و اما تست 232 اینطور عنوان میکنه که یه تجربه‌ای که در کتاب درسی شما یه تجربه خوبی رو معرفی میکنه، خوردن شیر گرم دمایی در حدود 60 درجه سانتیگراد در یک روز سرد زمستانی. یه روز سرد زمستانی رو در نظر بگیرید، یه مقدار شیر داغ مصرف بکنید، به بدن انرژی میبخشد. دقیقا یه فرایند سوخت و سازی که تو بدن اتفاق میفته به شما انرژی میده. تو این فرایند میگه یه اثر همدما شدن وجود داره. این کلمه یه اثر همدما شدن رو همیشه در نظر بگیرید که گرما از جسم گرمتر، یعنی دارای دمای بیشتر، به جسم خنکتر یعنی دارای دمای کمتر منتقل می شود. در اینجا اون جسمی که گرمتر هستش در واقع شیر هست و جسم خنکتر میشه بدن شما. بنابراین در این فرایند، در یک روز سرد زمستانی، وقتی که شما شیر داغ مصرف میکنی، اون شیر داغ در واقع میشه سامانه شما و بدن شما میشه محیط اطرافش. حالا گرما یعنی انرژی از جسم گرمتر، داغتر از اون شیر به بدن شما منتقل میشه. پس این یک فرایند گرماده، گرمازاه، گرما میزاد، گرما یا انرژی از دست میده، اون سامانه مورد نظر گرمای خودش رو از دست میده و میده به محیط اطراف شما. هرچند که در این فرایند یادتون باشه بنابر تست قبلی، هرچند که یه فرایند گرما ده رو دارید، گرما زار رو دارید، اما دمای بدن شما تو این فرایند چندان تغییری پیدا نمیکنه. بر روی در فرایند همدما شدن شما اینجا یه فرایند گرما ده رو دارید. بنابراین این گزینه رو بذارید کنار، رو بقیه مانور بدیم. و فرایند گوارش و سوخت و ساز، اونم به شما انرژی میده. یعنی فرایند سوخت و ساز هم یه فرایند انرژیزاست. ببینید گرماده، گرمازا، گرما خودش از جنس انرژیه، پس میشه انرژیزا. پس اون هم گرماده استش. بنابراین تیکه دوم اینجا رو عزب بکنید، گرماده، گرماده. و در آیتم آخر از شما این سوال میپرسه و بخش عمده انرژی در کدوم یکی از این فرایندها به بدن شما میزه، کدوم یکی از اینا انرژی بیشتری به شما میده؟ انرژی که در اثر گوارش و سوخت و ساز هستش. و روی جواب شما گزینه 4 خواهد.